الله بخشش باشد، یک کار پیش اومد نا بخشد تو خیر، سلام علیکم بولید داخل، پیش سلام علیکم 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 خوش آمدید سلام علیکم سلام علیکم سکی میمونی رو بخاطر تو گیدیم بیا بریم داخل حالا میایم همین رو بکشم بیادم داخل بکش خلاص هسته بیا فاروق بیار که این شب تصمیم دارو وزیم مجبور کنی تو بشه بشه که نونه چند سا داخاندن بره ما کنه جان کوکا کوکا جان تا خدا با والت نه تا از این تو بشه نمیشکنه مادرت بگه نه نمیگه بیا بریم درست هست ولی مادرم نمیگه نبریش بگو نه نمیگه بیا جان کوکا خودت برو آمدم خلاص هسته آمدم برو آمدم سلام خوش آمدم Thank you.
لب لب جوی بار میره گلا رچیدم لب لب جوی بار میره گلا رچیدم خنده کرده ناز کرده مرا ندیدم مرا ندیدم مرا ندیدم مرا ندیدم مرا ندیدم کجا بودی؟ اصلا یک زنگ زدم اومده خیلی باشه چیزی ما میناد با صاحب کارم زنگ زدم بخاطر حساب کتاب کار پولور کارداری با ما بگو ما بیگانه هستم یاده رو دستم نه تشکر بیاده تا ندارم بفرمو عظیم جان خودت که در ایران هستی فاروق همراه زن و اولادش و مادرت بخیر رفته نیستن که امشالا برن طرف آلمان خدا میدان و باز ما شما مثل امشب دیگه دور هم جمع شده بتانیم یعنی یک امشب و بخیر از خاطر مادر پیر توبه تا بشکنان یک چند صد آواز برای ما بخوان دلک مادر پیر تا شاد کو جان کاکا شروع کو آه از این جان بخوان یک شب از آجام نمیشون راست نکردیم جان پشتیم از این جان بخوان کل دوستان منتظر است چند تا کاغا جان تو خود میفهمی من کل زندگی مادرم است تمام دنیا را از ما بخواهیم من دروش نه نمیگویم بگوی بخوان میخوانم مادر جان مادر خاله جان بگو بخوانه دیگه کلگی منتظر است آره اسمی خاله جان بگو بخوانه دیگه زنگ آقا بگو بخوانه دیگه بخوان دیگه دوستان میخوانه آقا از این بخیر دیگه واو چک چک کنه میخوانه دیگه شروع کنیم شروع کن جان کاکایی شروع کن مادر جان مادر مادر بخوانم یا نه عظیم جان عظیم بخیر کاکای دامد هم باید کار داره کاکای؟ آه کاکای دامد بلند شو تو برو آمدم بخیر دیگه هنگامه آمدم جان کدام گرب شده کاکای وقت صبح آمده؟ نمیفهمم بابا چیزی نگو بسیار خوش آمدی کاکا جان زنده باشی جان کاکا چی حال داری؟ خوب بودی؟ بسیار خدا اولادات خوب بودن؟ شکر خدا و دعای شما میوه، چایی، چیزی نخوردین؟ دلم نمیشه بچیم، خیر ببین صبح زود آمدی کاکا جان، خیرت باشه خیر نصیبت بشیم حقیقت ایست که فاروق خانهش تاویل بانگا کده از دیروز همراه زن و بچهش و مادرت آمده خانه ما
او که قرار بود فردا خانوش تحویل بده. والله حالا که تحویل دادم. چی تو بی خبر؟ من خود دیروز همراهش تلفنی گپ زدم، با من چیزی نگفت. او که قرار بود بیاین خانه ما از یه جا برم پیش قاچاق بر. والله اگر راست چه پرسان کنی فاروق امشب همراه زن و بچهش از ایران میرن. امشب؟ او که قرارشون آخر رفته بود. چی گپ شده کاکا جان؟ اصل گپ هوا ما بگو. والله چی بگم؟ فاروق مادرت کتیش نمیبره. مادرم همراهش نمیبره؟ نه مادرت نمیبره. به خاطر همی هم برای قاچاقبر زنگ زدن. این شب کتیش قرار مانده. به خاطر همی هم آمدن خانه ما. جان کاکا از من ناراحت و خفه نباشی. ما هم دو سه روزه خبر شدیم. همون شب میمونی بریم گفت. جان اولادایش هم قسم داد که برد نگم. ولی خواهی تو که نمیشد. از اون شب تا صد بار گفتم که بیای خودش برد بگه که نگفت. ما هم که تال برد نگفتم. گفتم شاید بتانم راضیش کنم که خودش بیای برد بگه که نامد. مجبور شدم خودم پیش بیایم از این جان. شما دو تا برادر هستین. خودتان میدونین کارتان. ولی استفاده از این جنجال خلاص کنین جان کاکا. من دیگه طاقت این جنجال ندارم جان کاکا جی. چی گپ شده؟ چرا سر صدا میکنی؟ در چی؟ صابر شما بیا کاکا بزیم که به ما چی دیگه؟ چی گپ شده؟ بیان بگم یه بینی خانه مادر جان چرا خونه؟ یه بینی چرا با من نمگی چی گپ شده؟ بیا اگه قبولیم دا خیلی حرف میدینیم بایی مادر جان اگه حرفی داشتی همراه او به غیرت گپ میزدی نه همراهی من یه حرف نظر جان کاکاش بیان تو رو با خدا بگو چی گپ شده؟ مادر جان به شرفا تو رو همراه خودشان نمیبرن یا اینشون رفتنی شده مادر جان سر کو چادرت که بریم خونه کاکا خود سر مادری پیره تی دکم سرایی که بالا نبر مادر جان کجا میری بیا که بریم یه حرفا باید تو نداریم که جا بیایی جنگ و سر صدا رو بندازیم ما گفتیم بیایی که گپ بزنیم هر کنیم با کی گپ بزنیم همراهی به غیرت ای که گپ بزدن نداره هرچی زنش بگو یه همو رو میگو یه همه قم مرد نبود بیا یا بگو یه تصمیم ندارم مادر همراه خودش ببرم آخر بیشرف فکر دل مادر پیر ما رو نکردی چقدر بیشرف هستی چقدر بیشرف هستی گپ نزن گل کاکای خود مادر بیا گپ نزن به ذرت گل کاکای خود آروب جان به چه مزیم راست میگه تو مرا همراه خودت نمیبری فاروق فاروق جان چرا سر صدا میکنی عظیم جان نان خورت که نیستی مرشی میگه جواب تا نتیم 8 سال است که پیش ماست چند سال هم پیش شما برو داخل چی نشه اما نمیتونی مادرتان رو ببریم مشکل این فاروق بیچاره ای است زبان نداره گفشه بزنه اگه نه صد دفعه برش گفتیم که برید بگه نگفت و می خاطر است رقم دوست داوری میریم اگه نه گناهی نکرده ما یک سال دو سال سه سال هشت سال است که پیش ماست حالی هم که میخوایم گوشیم بریم به یک سری دیگه دنیا باز الهی ما نمیکنیم اگه به نوبتون باشه نوبت شماست ای که مادرتان نواهاشو دوست داره و شما اولاد دار نمیشید مشکل ماست این رقم که نمیشه امیره با نکدین ما را در عذاب ماندن خودتان خلاص کدین من اگه در جایی باشم زنم به تو چیزی بگویه دندانایش میشکنانم مرد نیست فاروق مرد نیست یا بره مادر عزیز جان مادرت ای رقیمی نبره لقل بانم رایشون خداحافظی کنه برو طرف کن
الله بسم الله الله بسم الله اگه یک اولاد به ما میزدی چیزی ازید کم نمیشد اینجا امروان شما ناهام خداحافظی کنم مادر خندم تو چرا زحمت کشیدید ای سرما تو ایجا را آمدی صدقه چه بود نجیب کجاست یک ماشین دیگه روانش کردم چرا بچه خورده تنا روان کردی اگر خدای نکرده برای نویمت در آی اتفاقی بفته چی کنی نگران نباش مادر جان ما برو میشناسم از وطندار خودم آس آدم ها درست هست یک زن و مرد مجرد بودم بچه خوردم راهشان را آجاقبر ترسید در را پولیس ها برشان شک کنن از من خواهش کرد مجبور شدم نجیب و همراهشان روان کن ولی دلت جمع بشه مادر جان هیچ کفی نمیشه انشاءالله سر مرز رسیدیم نجیب و تسلیم خودم بکن خیلی وقت است رفتم یکی دو ساعت پیش نمیشه بگی بردردم من نجیبم ببینم نمیشه مادر جان برو برشان بگو شاید قبول کرد فاروق جان برو بگو
کنه بره دیگه دیدس بره این پولو بعد این برگردم از این هم دا بدم برای شما خرج رو بد کردم بچه چرا بد کردی بچه خودم دیدم حلال کردم حلال کردم بسرم تو بچه هم از خواهچه جگرم از نه بچه حلال کردم حلال کردم بچه برای انشاءالله با خیر بوری انشاءالله مادر جان صدای به میشنوی مادر چشمویده باکو چشمویده باکو چه بیمه داری؟ نه ندارم اینو ببر صندوق پرداخت کن بیار به اوش آمده؟ بله میتونم ببرمش کنم؟
آره چون شکستگی اینا نداره. حالا چون زمین خورده و آسیب دیده، دکتر میخواد یه سری آزمایشات و سی تی اسکن روش انجام بشه. اول برو اونا رو انجام بده. اگه موردی نداشته باشی میتونی ببریش. فردا بیا جوابشو بگی. خودتون هم تو خونه که میتونید پانسمان رو شب بسید. باشه. فقط آمدم جواب آزمایش بگیرم. مادرم باید می آوردم. دکتر برشون یه سری آزمایش جدید نوشتن که باید انجام بشه. آزمایش؟ با چی خاطر؟ تشخیص دکتر دیگه. مادر جون دستگاره نگاه کن، تکون نخون. مادر جون مگه نگفتم دستگاه رو نگاه کن؟ فقط دستگاه رو نگاه کن، اصلا تکون نخور. شما برای سر حادثه که براشون اتفاق افتاده صدمه ندیدن خدا رو شکر، ولی یه چیزی تو پزشکی هست به اسم کشف اتفاقی. یعنی مریض برای یه ناراحتی میاد پیش ما و ما به صورت اتفاقی بیماری دیگر رو توشون کشف میکنیم. مادر شما دیابت دارن و چون این بیماری خیلی دیر تشخیص داده شده، فرصت این رو پیدا کرده که پیشروی کنه خیلی زیاد. متاسفانه مادرتون تقریبا هر دو کلیهشون رو از دست دادن و این به صورت جدی براشون خطرناکه. تو این شرایط اولین کاری که میشه کرد دیالیزه، ولی دیالیزم با توجه به شرایط مادر شما و سن و سالی که دارن چاره دردشون نیست. باید هر طور شده خیلی سریع براشون کلیه فراهم کنی، وگرنه با شرایطی که دخترم میشه یه لحظه بیرون تشریف داشته باشین؟ مرسی. وگرنه با شرایطی که دارن مادرتون و با این پیشرفتی که بیماریشون داشته، بعید میدونم بیش از 2-3 ماه بتونن زنده بمونن.
خلی تو؟ واسه چی میخوای خودت کلیتو بدی؟ این همه آدم دارن کلیه میکوشن، میگردیم یه کلیه برای مادرت گیر میاریم دیگه. اوضاع اینجا هم که میبینی، تو بری درگیر پیوند کلیه و بیمارستان و این قصه بشی، چهار روز نگیر اینجا آقا عظیم، آدم میارن سر جات. فکر کردی معطلتون میمونن؟ نه داداش، بعد اون موقع باید برگردی مثل سگ دنبال کار بگردی این ور اون ور. بر فرض مثال رفتی عملم کردی، کلیت هم دادی، اون موقع جون میمونه برات؟ نه جون میمونه برات، اونم این کار، این کار سخت. والا به پیر به پیغمبر، ما دوتا کلیه سالم داریم زیرش زاییدیم تو این کار، الکی که نیست، سخته. چی بگویم فاضل جان، چی بگویم؟ هیچی نمیخواد بگی، بسپرش به من. هیچکی رو نفهمم، حال شمایی که داری کلیت رو باز خاطر پول میپوشی که میفهمم، ولی به خدا این از تو گرفتارتره. این پولم به هزار مصیبت جور کرده، الانم این باید سر ما هر چی کار کرده رو باید بذاری کف دست یه آدم عوضی. را بیا با ما، به قرآن خیر میکنه، به قرآن خیر. پول این پول کارگریه، برکت داره به پیغمبر. بابا میگه چرا نمیشه؟ چون هرچی میگم شما خیلی حرفتون رو عوض میکنید. میگه شما پشت تلفن یه قیمت گفتی. خب بعدم از در اومدی تو یه قیمت دیگه گفتی. الان هم دارید یه قیمت دیگه میگه. بعد پیوند ما بده کارتون نشیم سلامت. نداره، بالا پایین کردیم دیدیم تای پولی که میتونیم بدیم همینه. میگه من این قیمت به فاطمه زهرا دارم میگم. ما خیلی این در اون در امو بهش بگو زدیم، پیش صد نفر بهش بگو رفتیم، چون دستمون پولی نبوده و دستمون تنگ بوده نتونستیم معامله کنیم، نتونستیم. اینم الان مریضش خیلی بد حاله، وقتم نداره. شما کلیه رو بدید خیر میبینی، هم از دنیا هم از آخرت. شما اون پولی که ما گفتیم رو قبول کن، من نامردم، پس رضایت روزگارم اگه یک قرون ازش بهش میگه. فکر کنم اون معاملمون نمیشه. چرا؟ چون هرچی میگه شما حرف خودتون رو میزنید، حرف شما سر قیمتتون رو میبینید. میگه من اگه گرفتار نبودم که دیگه بدنمو نمیکردم بفروشم. میگه شوشیدم توی این زندگی. عزیم بریم، بریم عزیم. امو جان با پدرت بگو من یک کلیه رو با مادرم میخوایم. اون میگه من کلیه رو واسه مامانم میخوام. فاروق لاغر شده. فکر کنم تا آخر زمستان دمی کم به ترکیه مانده نشوه. چرا نجیب دکس نیست؟ ما هم زیاد سهل کدام ندیدمش. ایل کدام؟ ایل نجیب اکر آه خودش است. آه از کشهش معلوم است. صدقیتش. الو فاضل جان، صدایتو ندارم. الو
آل خوب شد بگو. مشنوا. راست میگی. بگو با جان عظیم. قبول که تو رو به خدا. خدا را شکر. خدا را شکر. چواقی قدرگیری ها ازاری کرده رونو جان وقتی ده پیری میزایی همه تو مشده بیرم یک بطاقت نازه کسی تحت هارید با اون پرزوز اینا بوده، امین بود، اینا بوده، اینا نشیست عظیم همینجوری نگاه کرد عظیم بگو جان تو آقا گفت، غذای منو کی خورده؟ گفتیم، ما چی میدونیم؟ ما به جون تو روزه ایم، هنوز افطار نشده از اون بگن تازه یه لقمه پنیر گوجه ای میده گفت، نه به خدا نمیدی، اینا خود، اینا این برنجه رونا خاوری مادر ماست افغانی هست هاشم سلیمی شما قرار از احتفال بله همینشون ایشون که ایرانی؟ خب باشه نمیشه که بردارم چی نمیشه که؟ ایشون نمیتونم به مادر این آقا عوض بهتر کنم باز چی؟ مشکلش چیه؟ این آقا ایرانیه مادر ایشون افغانی خب یه ایرانی به یه افغانی نمیتونه عوض بهتر کنه یعنی چی آقا؟ نفر بعدی نفر بعدی چی؟ جانم نمیفهم چی آقا زبون ایشون رو نمیفهمی من که میفهمی چی میگن طبق قانون خب. یه ایرانی نمیتونه به اتباع خارجی عضو بهتر کنه بحث کدوم قانون یعنی چی کجا قانون نوشته آقا یعنی کجا قانون منو به نفر بعدی چی میگه حراست چیه خب سعید خداحافظ یا قبول نمی کنم ما از یک ایرانی کلیه بگیریم ما با خودم برش کلیه بتو خداحافظ چرا؟ اشتها ندارم آسما چرا نمی آید؟ یکم دل پیچه داره
واسه با مادر دنیا اول مادرم است، دوم مادرم است، سوم مادرم است، صدوم مادرم است. خوب فکرت بگی، من فارغ نیستم واسه ما. هنگام همین آزمایش های مادر بیار بچشم. من امرایتون بیایم ازیم؟ نه تو باش که اگه لازم شد مادر بیاری بیمارستان. خوصه ایست. چقدر امرو مقبول شدی رونا جان؟ فدای چه و مادر. شغلتون چیه؟ در شهرداری کار میکنم. شبکار است. چند ساله؟ 12 سال است. خوابتون رو چی کار میکنین؟ روزا میخوابین؟ چهار چیز. تو فرمتون نوشتین که پرونده پزشکی دیگه هم دارین برای بچه دار شدن ظاهرن. خب شما شرط پیوند رو دارین؟ اما صلاح نیست که این کارو بکنی. با چی خاطر دکتر؟ تو شرط که شما دارین تک کلیه شدن واسه تون خیلی خطرناکی. شرایط کارو؟ اون که قطعا تأثیر خودشو داره، ولی در حال حاضر مشکل اصلی چیز دیگه ایه. مشکل چیز؟ در حقیقت شما خودتون دیابت دارین و این بیماری رو به صورت ارثی گرفتیم. حالا اگه مجبور بشیم به خاطر پیوند یکی از کلیاتون رو از دست بدیم، ممکنه با فشاری که دیابت روی اون یکی کلیه میذاره تو 3-4 سال آینده از کار بندازتش و این برای شما خطر مرگ داره. دکتر تخت پنگ افت سچوریشن داره. لطفاً یه ماسک رزرو براشون بذارین، اکسیژن 50%. وضعیتشون هم مانیتورینگ کنیم تا بیان. مرسی. اگه مراقبت کنیم چی دکتر؟ کاندر او یک کلیون از کار نبفته؟ بله ممکنه. پیوند انجام میشه؟ پیوند میتونه انجام بشه. اولش هم خدمتتون گفتم، ولی وظیفه‌م ایجاب میکنه که شما رو از خطری که ممکنه تهدیدتون کنه مطلع کنم. بازم میگم تصمیمش با خودتونه. ببخشید من مریض زحمت برم. ببخشید. کارم در اینجا خلاص شده. نیم Yeah.
شما تو حالت نرمال فشار خون خیلی بالایی نداریم، ولی از اونجایی که کلیه یکی از مهمترین ارگانات کنترل فشار خونه، ما باید فشار خونتون خیلی دقیق چک کنیم، چون ممکنه الان فشارتون خوب باشه ولی تو بعضی ساعت‌های روز تغییر کنه. این دستگاهی که به شما نصب میشه خیلی دقیق و البته حساسه، پس لطفاً با آهن رو با جریان برق شدید نزدیک نشین و تا جایی که میتونین از استرس دور بمونین. دستگاه هر یکی دو ساعت پمپاژ هوا میکنه، طبیعی نگران نباشید. بپوش دوست نمکون قاسم فریدون اسکر بلنشید به دفتر آقا خلی کارتون داره. چی شد آقا مرتضا؟ به شما رفتی نهره شما تو بخواه بخواه من بروات بخواه بروات بخواه بروات بخواه بیا بابا دست به جمعه نمیدونم یه رفت سه نفریش رو با هم خواستم بله آقا بیاییم بیاییم صادف کرد من خفهش با غمر کرد وای بازم خون از این بیره گلاس چایی بخون مینی درها گرم باشه. دکترش به از این گفته که داخل هفته جو آزمایشش آماده بشه. امشالله
عظیم که امیده خانم ایجا چرا استاد شده؟ چرا نامده داخل؟ مادرم خواب هست؟ آه دینش رو در خوابش برد یکی دو سال است که خواب کده به هنگ با ما بگو بیایی چیزه شده عظیم؟ برو صدرش کن زیاد طول کشید از همونجا رفتم بیمارستان برای گرفتن جواب آزمایش جواب گرفتم بردم و دکتر نشان دادم حاله بعد ما جواب منفیست کلی من با مادر نمیخوره Ben şuna uğramış.
انگام جان خدا شاهد است که پدرم کاکا رحمت دو سه تا از این فامیلا خیلی به دنبال کلیه گشتن به مادر، اما از بخت بد ما و شما کلیه که به مادر بخوره پیدا نشد. خودت میفهمی اینجا ملک بیگانه است، وطندارای ما و شما کم است، هر که هر جای است. باز اگه وطن خود ما بود میشد یک کارش بکنی. آل باز خدا مهربان است، دو سه تا از این فامیلا در شهرستان های دیگه هستن، با اونا در تماسیم. امیدت به خدا که انشالله که جور میشن. کی اومده؟ کی؟ همه این شب رسیده. باش چی خاطر اومده؟ به خاطر مادر. که چی کنه؟ فردا صبح میریم بیمارستان پیش دکتر مادر، که اگه شبه کلیه شبه تو به مادر. آره دیگه خیلی دیر است. چرا یه حرف بزنی از یک روزم بیشتر زنده بمانه یک روزم؟ نفس بکشه فقط. دکتر خلیلی کار داشتم. نیستش که الان. میشه یک زنگ برش بزنیم؟ الان دیر وقته، من نمیتونم با دکتر تماس بگیرم. خب شماره شو بده، خودم برش زنگ میزنم. اجازه این کار ندارم. خدا قسم کار ضرور دارم امروی دکتر. دکتر شیفتمون هست، اگه سوال چیزی داری میتونی از ایشون بپرس. نه به خودش کار دارم. یه حرف رو ده بار نمیزنن که خب نیستش، فردا ظهر میاد، اون موقع بیا ببینش. خواهر جان فردا زور با من خیلی دیر است. یه بزرگی که شما را شبا من بده. دیگه اونی شما نمیدونم.
چیزی که الان شما میخواین اصلا شدنی نیست، چون بدن مادرتون بیش از حد ضعیف شد و دیگه نمیتونه عمل پیوند رو دووم بیاره. خدمتون گفتم، حالا درسته که اون موقع شاید میشد یه کاری کرد و جلو مرگ مادرتون رو گرفت، ولی کار منطقی نبود، چون اگه برادرتون این کار رو میکرد و کلیهش رو به مادرتون میداد، احتمال داشت تو چند سال آتی جون خودش به خطر بیفته و به نظرم برادرتون تصمیم درستی گرفت. حالا این تازه مال اون موقع بود، حالا نزدیک به 2 ماه گذشته، حالا که دیگه عمل پیوند خیلی خیلی غیر منطقیه. به نظرم بهترین کار اینه که حقیقت رو بپذیرین و بیشتر از این نه خودتون آزار بدین و نه مادرتون رو. دکتر چه گفت بیاده؟ عظیم خانه هست؟ نه، ختمی مادر قولم سخی بود، رفته مسجد. کدوم مسجد؟ نه میفهم، فکرم طرفه میله خراسان. شما برین خانه، من تا جای میرم کار دارم میه. کجا میری؟ برین خانه. دکتر چی گفت؟ خانه آمدم میرم.
چراغ روشن نکن. خواهش داد گفتم مادر مریضه بچه عراقی می نبیندش برو بیارش Ah.